بحث امروز ما عزیزان در ارتباط با شاخه های علوم حدیث هست مجموعه علوم و دانش هایی که به شکلی از اشکال و نحوی از آنها موضوع بحثشون اجزاء حدیث هست به خصوص در ارتباط با سند و متن حدیث سخن میگن و بحث میکنن اینها رو اجمالا بهشون میگن علوم حدیث در میان علمای ما عزیزان چهار علم اصلی در حوزه حدیث شناخته شده است که بعضی از آنها دارای زیر شاخه های هستند این چهار علم در وهله اول تاریخ حدیث هست تاریخ حدیث دانشیه که به موجبات پیدایش حدیث و گسترش اون و وقایع مرتبط با حدیث و همچنین پدید آورندگان مجموعه های حدیثی و محدثین مشهور با نگاه تاریخی نظر داره دومین علم عزیزان رجال الحدیث یا علم رجال هست علم رجال عزیزان دانشیه که به معرفی راویان و صفاتی از آنها که در پذیرش یا عدم پذیرش روایت از آنها نقش داره میپردازه مثل ایمان راوی مثل عدالت او مثل وساقت و صداقت او راوی که برای ما روایتی رو نقل میکنه ما در صورتی روایت رو از او میپذیریم که واجد شرایط و صفاتی باش از جمله ایمان داشته باشه عادل باشه موثق باشه صادق باشه علم رجال دانشی است که به معرفی راویان و صفاتی که در پذیرش یا عدم پذیرش روایت نقش دارند میپرداز علم دیگر عزیزان درایت حدیث هست یا درایت الحدیث دانشیه که از تقسیمات خبر اصطلاحات ناظر به سند و متن حدیث طرق و شرایط تحمل حدیث نقل و پذیرش روایات گفتگو میکنه و علم دیگر عزیزان فقه حدیث هست این علم عهدهدار تفسیر و شرح حدیثه جایگاه فقه حدیث برای حدیث مثل جایگاه تفسیر برای قرآن کریم است. غیر از این چهار علم که شاخه های اصلی علوم حدیث به شمار میان علوم دیگری هم از این شاخه ها منشعب میشن که این علوم هم در زمره علوم حدیث به شمار میان به بعضی از اونها اشاره می کنیم مثل علم غریب الحدیث منظور از غریب الحدیث عزیزان علمیه که به شرح لغات دشوار و نامعنوس حدیث می پردازد علم دیگه ازشون از مشکل الحدیث هست منظور از مشکل الحدیث علمیه که به شرح احادیثی می پردازه که با وجود نداشتن لغات دشوار و نامعنوس دارای مطالب پیچیده و قامزی هستند که در این علم به اونها پرداخته می شود علم دیگه عزیزان اختلاف الحدیث هست منظور از اختلاف الحدیث دانشیه که به مقایسه محتوایی احادیث می پردازه و وجوه تعارض میان احادیث و رفع آنها رو مورد بررسی قرار میده دانش دیگر عزیزان نقد و منظور از نقد و علمیه که به بررسی صحت و سقم حدیث و یا صدور و عدم صدور اون از معصوم و حجت خدا صلوات الله و سلام علیه میپردازه و این صحت و سقم گاهی راجع به سند حدیث هست و گاهی راجع به متن این موضوع علم نقد الحدیث علم دیگر عزیزان علل الحدیث هست این علم به بررسی عواملی میپردازه که موجب قطع و خدشه و ضعف حدیث شوند. یا حدیث مورد بررسی قرار میگیره چه بیماری چه آرزه دارد که موجب قطع و خدشه و ضعف اون حدیث شده است و علم دیگر عزیزان سبب الحدیث هست که منظور از سبب حدیث علمیه که به بررسی عوامل زمینه ها و شرایطی میپردازه که موجب صدور حدیث از معصوم و حجت خدا سلامت الله و سلامه علیه شده است